سلام و درود بینندگان گرامی. امروز 19 ژانویه سال 2023 است و من در استودیو با شما هستم فیروزی حید. اینک خبرهای مهم تاجیکستان و جهان را پیگیری خواهیم کرد. با ما بمانید. جزئیات استرداد فیسر عضو ارشد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از آلمان بعد دوشنبه. به خاطر دادخواهی برادر ادوکت زندانی هم زندانی شد. قرغیزستان باز از ترکیه پهباد خرید. تاجیکستان چی؟ بنا به اطلاع منابع از دو تیوی، ادوکت‌ها در فرودگاه استانبول ترکیه تلاش کردند پیش راه استرداد شدن عبدالله شمسالدین را بگیرند، اما موفق نشدند. یکی از ادوکت‌هایی که دیروز 18 ژانویه برای نجات عبدالله شمسالدین تلاش میکرد، بدون ذکر نامش به از تیوی گفت به دلیل اینکه عبدالله در نقطه ترانزیت قرار داشت، تلاش ادوکت‌ها نتیجه نداد. اینچنین دو پلیس آلمانی و کارمندان سفارت در پرواز همراهیش میکردند. گفته میشد عبدالله در خط سیر رقم تک 254 استانبول دوشنبه پرواز کرده ساعت 1 شب 19 ژانویه باید به دوشنبه میرسید، اما نزدیکانش میگویند که بعد فرامدن طیاره در دوشنبه همه از فرودگاه برآمدند به جز عبدالله. تا حال سرنوشت عبدالله شمسالدین به رسانه‌ها و حتی نزدیکان و پیوندانش از جمله به پدرش شمسالدین سعید معلوم نیست. بعد از اون که ساعت‌های دیروز ساعت 11:10 پرواز ترکیش ایر از دوسلدور به سوی استانبول رفت و در اونجا بعد از 2 ساعت ترانزیتی با تاجیکستان رفت. ما دیگه اخیران خبر دقیقی که داریم این همون صحبت چند ثانیه‌ای عبدالله با همسرش هست و دیگه اگر حساب کنیم که با وقت آلمان تقریبا ساعت 9 دیروز بیگاه در هواپیما در دوشنبه نشسته باشد، ما تا این دم هیچ خبری از عبدالله نداریم. اینکه او انتقال یافت، به کجا انتقال یافت، زنده است زنده نیست، اصلا هیچ خبری نداریم. اینش دقیق میدونیم که از دری اساسی که مسافران میان بیرون، او بیرون نیامده است. برای و در چقدر که یکی از روزنامه‌های آلمانی هم نوشت و توسط پلیس از اینجا به طرف استانبول و استانبول تا دوشنبه همراهی شده است. یک خبر دیگه تصدیق نشده هم این است که گفتند که در وقت ترانزیت نیزان استانبول بودنش هیچ کس به اون نزدیک نمیموندن و 2 تا پلیس آلمانی و یک کارمند سفارت تاجیکستان خودش گفته است او نمیموندن که کسی به عبدالله نزدیک شد. خلاصه ما از دیروز دیگه عبدالله را گم کرده که و یکان خبر دقیق از اون نداریم که این خانواده و همه یار و دوستانش را به تشویش گذاشتگی است. فعالان در شبکه‌های اجتماعی نیز به مقامات تاجیکستان، سازمان‌های حامی حقوق و سفارت آلمان در تاجیکستان مراجعت کردن می‌پرسند که عبدالله شمسالدین در کجاست؟ مقامات تاجیک هم خاموش هستند. سفارت آلمان آیا معلومات دارد که او در کجاست؟ سازمان‌های حامی حقوق چی؟ یادآور میشیم که ظهر روز 18 ژانویه سال جاری مقامات آلمان عبدالله شمسالدین پسر عضو ارشد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان شمسالدین سعید را به دوشنبه اخراج کرد. پیشتر از این 17 دکمبر سال 2022 جمعی از آلمانی‌ها و همکارانش از حکومت این کشور خواسته بودند که پناهجوی تاجیک عبدالله شمسالدین را به تاجیکستان اخراج نکنند، زیرا در آنجا شکنجه و زندان او را تهدید می‌کند. دادگاه ناحیه وخش ولایت ختلان ساکن این ناحیه بهاءالدین شمسالدینوف برادر وکیل دفاع زندانی سیدنورالدین شمسالدینوف را به 4 سال زندان محکوم کرد. یک منبع آشنا به پرونده بدون ذکر نامش به از تیوی خبر داد که روز 13 ژانویه دادگاه ناحیه وخش بهاءالدین شمسالدینوف را که برای آزاد کردن برادر زندانیش سیدنورالدین تلاش میکرد با 3 ماده کودکس جنایی کشور از جمله 307 338 و 345 یعنی همکاری با گروه‌های ممنوع و فاش کردن سری دولتی و اینچنین خودسرانه از خودکنی زمین گناهگار دانسته به 4 سال از آزادی محروم کرد. و گفته منبع دادستان ناحیه برای زندان کردن او 9 سال طلب کرده بود، اما دادگاه 4 سال حکم برآورد. بهاءالدین 31 سال داشت. مقامات از او قصاص گرفت. آنها فرمان دادستان ولایت ختلان را اجرا کردند. فرمان را رحیمزاده عبدالرحیم داده است که بهاءالدین را به حبس بگیرد، چون بهاءالدین برای آزاد کردن برادرش سیدنورالدین مبارزه می‌برد و حتی یک چند مرتبه به دستگاه پرزیدنت دادستان کل و دیگر مقامات دخلدار از بالای دادستان ولایت ختلان رحیمزاده عبدالرحیم شکایت کرده بود. بهاءالدین گناهی نداشت. تنها مقصدش این بود که برادرش آزاد شود، اما دادستان ناحیه رحیمزاده عبدالرحیم از ترس اینکه برادرش سیدنورالدین آزاد می شود از او قصاص گرفت. خودش در سخن آخرینش زیاد حرف نزد، تنها گفت که گناهی ندارم، مرا شکنجه کردند که گناهی نکرده را به دوش بگیرم. اما شما از خداوند می بینید، من 3 فرزند دارم، آهی دل دارند. یادآور میشم که اولی سال 2021 مقامات ناحیه وخش وکیل دفاع سیدنورالدین شمسالدینوف را با اتهام خرید و فروش غیرقانونی زمین، قلابی و پهن کردن معلومات دروغ برای 8.5 سال از آزادی محروم کرده بودند. پس از تلاش‌های زیاد برای آزاد شدنش و دعواها بعضی نهادهای بالایی، مقامات باز یک اتهام دیگر یعنی همکاری با گروه 24 را در پرونده‌اش اضافه کرده، 8 ماه دیگر به حکم زندانش افزود. خود سیدنورالدین شمسالدینوف که سالهای اخیر همچون وکیل مدافع فعالیت داشت، اتهام مقامات را رد کرده گفته بود که مسئولان دادستانی ناحیه وخش او را چپ گرفتند. قرغیزستان از کشور ترکیه پهپادهای نو انکا را خریداری کرد. در این باره رئیس دفتر مطبوعات رئیس جمهور این کشور دایربیگ اورومبکوف در صفحه فیسبوکیش خبر داد. بنا به اطلاع اورومبکوف، قرغیزستان برای دفاع از خودش پهپاد انکا را خریداری کرده است، اما اورومبکوف مشخص نکرده است که چی مقدار پهپاد خریداری و به این کشور وارد شده است. قبلا مقامات قرغیزستان از خریداری پهپادهای بیرکتر، اکسونگور و اکینجی از ترکیه نیز خبر داده بودند. گفته میشد همه پهپادها در اختیار خدمات سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان گذاشته شدند. دایربیگ اورومبکوف پیشتر خبر داده بود که با یک قرار کابینه وزیران پرداخت مکافات پولی به خدمتچیان دولتی قرغیزستان برای خریدن هواپیماهای بی‌سرنشین حربی از آخر سال گذشته باز داشته شد. با گفته اورومبکوف، پس از زدوخورد در بادکن به تحکیم نیروهای مسلح و دفاع توجه خاصه ظاهر می شود. جایزه‌ای که به خدمتچیان دولتی داده می شود به تحکیم امنیت دولت نگرانیده شده است. اگر دولت به خطری خود را تامین کرده نتوانند، مکافات پولی ها ارزش ندارند. خبر خریداری نوی 4 پهپادهای ترکیه از جانب قرغیزستان شهروندان تاجیکستان، اساساً نفرانی را که در مرز با قرغیزستان خانه دارند، نگران کرده است. چون جانب قرغیزستان در مناقشه اخیر که روزهای 14 و 17 سپتامبر سال 2022 صورت گرفت و در آن از دو طرف بیش از 100 نفر کشته و دهها نفر دیگر زخمی شد، از پهپاد استفاده کرده بود. در شبکه‌های اجتماعی برخی کاربران و ساکنان کشور می‌پرسند که چرا حکومت تاجیکستان برعکس قرغیزستان در فکر تحکیم نیروهای مسلح کشورش نیست؟ آیا مقامات کشور نمی‌تواند یک اقدام را مثل مقامداران قرغیز راه‌اندازی کند و از مکافات پولی‌های خود دست کشند؟ یا امامعلی رحمان که خود را پیشوا اعلام کرده است، نمی‌تواند از فاند ذخیروی‌اش که سالانه آن از بودجه کشور پر کرده می شود برای دفاع مرز و بوم کشور پول جدا کند؟ گفته می شود طبق قانون درباره مالیه دولتی جمهوری تاجیکستان، فاند ذخیروی پرزیدنت به اندازه 2% درآمد بودجه دولت مقرر کرده شده است و ترتیب استفاده برای مبلغ‌های فاند را خود امامعلی رحمان معین می کند. حجم فاند ذخیروی پرزیدنت تاجیکستان در بودجه دولتی جمهوری تنها در سال 2021 404 میلیون سومانی مقرر کرده شده بود. اینجا رسیدیم به پایان خبرهای امروزه. بینندگان عزیز می توانید شرح مفصل و اخبار بیشتر را از سامانه و شبکه تلگرامی ازدا تیوی پیگیری و مطالعه کنید. آبونه شدن در شبکه یوتیوب، اینستاگرام و تیک تاک ازدا تیوی را نیز فراموش نسازید. خیر تا دیدار، خدا نگهدار.